کمیاب شدن مرغ در شهرهای مختلف ایران. در تعطیلات نوروز هم صفای مرغ طولانی اند و یخچال‌های مغازه‌ها خالی. آنجا هم که پیدا می‌شود گران‌تر از نرخ مصوب است. من چند روز پیش بابلسر بودم، اونجا مرغ داخل مرغ فروشی ها به صورت خیلی زیاد وجود داشت و به قیمت 36 تا 37 هزار تومان عرضه می شد، در حالی که روش قیمت خورده بود 24 صد قیمت دولتی. امروز هم که کرج هستم باز مرغ فراوونه، داخل تمام مغازه ها مرغ هست و به قیمت 32.7 صد داره عرضه می شه. یعنی فقط مرغ دولتی موجود نیست. بر اساس آنچه بینندگان بی بی سی به ما گفتند، قیمت مرغ در شهرهای مختلف متفاوت است. مرغ تو مشهد که خب در هیچ مغازه‌ای نیست، یعنی یا مرغ دولتی دارن یا کلا مرغ ندارن، و مغازه های توی حاشیه کوچه ها دارن مرغ حالا به قیمت 35 38 40. و یه چیز جالبی دیگه هم هست که میان مرغ رو قطعه بندی میکنن، مثلا اینجا مرغ دولتی کیلو 20 تومنه، رونو میفروشن کیلوی 35 تومن، با سینه رو میفروشن کیلوی 50 تومن. قیمت ها مختلفه دیگه. وزارت سمت میگوید میانگین قیمت مرغ در تهران بیش از 30 هزار تومان است که دست کم 20 درصد از قیمت مصوب بیشتر است. کاهش عرضه بر افزایش قیمت مرغ تاثیر داشته. شروع گرانی به علت این بود که تأمین نهاده به موقع انجام نشد، میزان جوجه ریزی کاهش پیدا کرد، میزان نهادهی که به مرغدار دادن در حد 40 روز بود، یعنی برای مرغ سبک بود. توجه میکنید مجموعه این سه عامل باعث شد که میزان مرغی که وارد بازار میشه از حد نیاز کمتر بشه. این تصاویری است از صف‌های طولانی برای خرید مرغ قبل از تعطیلات عید. اینجا در مشهد مردمی که در میانه شیوع کرونا برای دریافت مرغ با قیمت مصوب انتظار می‌کشند. انتظاری که وعده داده شده بود به پایان برسد. اگه بخوام به من یه زمانی بدید که بازار یه کمی آرامش بیشتری به خودش خواهد دید، کی خواهد بود؟ انشالله زمانی که از این پیک مصرف خارجی میشه. یعنی که یعنی بعد از عید می‌فرمایید؟ حتما. یعنی بازار تا آخر سال همینطوری متشنج خواهد بود بازار مرغ؟ نه متشنج نیست، الان به میزان گسترده داره مرغ منجمد داره توزیع داره میشه. در روزهای پایانی سال گذشته هیئت دولت برای ترمیم ذخیره‌های گوشت مرغ و با هدف آنچه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان خوانده، به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داد تا 50 هزار تن گوشت مرغ با استفاده از دلار 4200 تومانی وارد کند. وارداتی که به گفته کارشناسان اقتصادی به دست عده‌ای خاص افتاده و باعث نابسامانی در این بازار شده. دولت به مرغداران یارانه می‌دهد و با واردات مرغ در این بخش هزینه مجدد می‌کند، در حالی که بهتر بود به جای هزینه مجدد نظارت، رصد و پایش در توزیع را بیشتر می‌کرد. مرغ‌های منجمد تا حدودی جایگزین مرغ‌های گرم شدند، اما این کافی نیست. در همین حال رسانه‌های ایران از کشف چندین تن مرغ فاقد مجوز و خارج از شبکه در شهرهای مختلف خبر دادند. معاون نظارت و بازرسی سازمان سمت هم از جریمه 750 مرکز فروش مرغ در تهران به دلیل گرانفروشی خبر داده. اما خیلی از فروشندگان مرغ هم مستصلند. مرغ آزاد هستش تو بازار، ولی خب تعزیرات اجازه نمیده بفروشیم. ما الان بخوایم آزاد رو بخریم باید کیلو 32 تومان بخریم. اینجا ببین تعزیرات میگه باید 24 صد بفروشیم. وقتی همین آزاد نمیایم. شما میخرید 36 افت 28 تومان. میگه بیا بده 24 صد. چطوری باشه؟ مسئولان مردم را به خریدهای هیجانی مرغ و انبار کردن آن متهم میکنند. دست اندرکاران صنعت مرغ اما نداشتن مدیریت درست و نحوه نادرست توزیع را دلیل کمبود مرغ و گرانی آن میدانند. همزمان سودجویی بعضی از فروشندگان و فروش مرغ به قیمت آزاد هم بر نابسامانی بازار مرغ اضافه کرده. فرین آسمی، بی بی سی. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر ترکیه با ما هست و در این مورد صحبت بکنیم. خانم خامنه، حدود دو هفته پیش هم با شما ما صحبت کردیم راجع به همین موضوع. همچنان مسئله و مشکل ادامه داره. واقعا شرایط طوری بوده که دولت نتونسته در این دو هفته هم هیچ کاری در موردش انجام بده یا کاری انجام شده؟ ببینید بله دو هفته پیش هم صحبت کردیم، اما خب میبینیم که در طول این دو هفته اظهار نظرهای مختلفی رو از سوی دولت و از سوی اتحادیه ها و تولید کننده های مرغ میشنویم که هر کدوم در سوی ایستادن و
انگشت اتهام رو هر کدوم به سوی یکدیگر میگیرند. از طرفی میبینیم که دولت ایستاده در وجهی از ماجرا و میگوید که تولید کنندگان مرغ تمام مرغ تولیدی خودشون رو در بازار عرضه نمی کنند و 50% از تولیدات خودشون رو در بازار آزاد با قیمت آزاد به فروش میرسونند و حاضر نیستند با قیمت مصوبی که دولت تعیین کرده محصولات خودشون رو در بازار عرضه کنند. اما از سوی دیگه میبینیم که دولت هم بعد از دولت مرغدارها هستند که مطرح میکنند که نه این چنین نیست و ما با کاهش تولید مواجه هستیم و این ماجرا از الان نیست، از گذشته ادامه پیدا کرده و الان برای اینکه ما بتونیم به تقاضاهای بازار پاسخ بدیم نیازمند زمان هستیم. اما آنچه که مسلم هستش اینه که مرغداران و تولید کنندگان طیور در تولید واقعا در تولید نه تنها امسال بلکه از سالهای قبل همچنان با مشکل در تأمین نهاده ها مواجه هستند و علت اون هم این ارز 4200 تومانی هستش که قرار هستش که با ارز 4200 تومانی خوراک مرغداران، خوراک مرغ و نهاده ها وارد بشه، در صورتی که مرغداران مدعی هستند که اونها بخش اعظمی از این خوراک رو از بازار آزاد تامین می کنند و این موضوع موجب شده که قیمت تمام شده مرغ برای اونها بالا باشه. حرف مرغداران رو وقتی میشنویم همینی هست که شما فرمودین، یعنی قیمت نهاده ها بیشتر شده، غذای مرغ رو باید عملا پول بیشتری بابتش بدن، دولت داره به اونها گرونتر میفروشه و اونها در نهایت تصمیم گرفتن که اونطور که خودشون میگن جوجه ریزی نکنن، ولی دولت از اون طرف صحبتی میکنه، میگن پیک مصرف، صحبت از این میشه که الان در پیک مصرف هستیم، پیک مصرف که کنار بره و تمام بشه این مشکل هم کم و بیش حل میشه. واقعا چقدر اینها هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن؟ فکر میکنید دولت داره سعی میکنه مشکل رو فعلا از سر خودش رفع بکنه یا اینکه نه واقعا مصرف هم یه مشکلی هست؟ ببینید، خب باید این پیشبینی از سوی دولت میشد. به نظر من یک سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت کاملا مشهود این سوء مدیریت و این نشان میدهد که نتونستن این پیشبینی رو برای سال نو داشته باشن. به هر حال افزایش قیمت، و از سوی دیگه باید شما در نظر بگیرید که ما با ماه رمضان هم مواجه هستیم، یعنی ما الان یه چند وقت دیگه ماه رمضان رو در پیش داریم و باز هم با این افزایش تقاضا مواجه هستیم و این قاعدتا نشون میده که دولت با یک سوء مدیریت مواجه هست که نتونسته این بازار رو به درستی مدیریت کنه. اختلاف مرغداران و دولت سر چند هزار تومان هست، چون پیشتر پیش از عید ما میشنیدیم که مرغدارا صحبت میکردن که دولت از ما 14400 میخره و 20400 میخواد بفروشه، ما گفتیم که باید این قیمت فروش به 22-23 هزار تومان برسه، ولی الان میشنویم که مردم دارن تقریبا بیش از 35-36 هزار تومان و در مواردی حتی شنیدیم تا 50 هزار تومان پول این مرغ رو میدن. اگر دولت اون موقع موافقت میکرد با مرغدارها و عملا با درخواستهای اونها کنار میومد، آیا ممکن بود که بتونه این مسئله رو حل کنه؟ ببینید، این مسئله قابل حل ولی با زمان احتیاج داره. به این صورت نیست که یک مثلا الان بگیم که این توافق رسیدن، اما خب برای جوجه ریزی و برای این ماجرا خب یک زمانی رو مقدار احتیاج داره برای اینکه بتونه دوباره به تولید مناسب برسونه خودش رو بنابر تقاضا. بنابراین طول خواهد کشید تا این مسئله حتی اگر توافقی هم شکل بگیره. ممنونم از شما خانم خامنه، لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از ازمیر با ما. اما برای بحث بیشتر در این مورد احسان سلطانی هم به ما پیوسته، پژوهشگر اقتصادی از تهران. آقای سلطانی، شما مشکل رو از کجا می‌بینید و کمی هم از مشاهدات خودتون بگید. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. این اصل موضوع این است که به هر صورت تحریم ها وجود داره و تأثیر گذاشته روی کمبودها و اینکه یک سری اقلام مورد نیاز دیر برسه، کمبود ایجاد بشه. و اما مسئله اینه که در کنار این موضوع مسائل زیاد دیگه هم وجود داره، از جمله اینکه یک
همه ما میدونیم که قیمت نهادهای دامی در دنیا بالا رفته، البته نه حالا دو برابر سه برابر، در حد بالاخره 20-30% 40% کمبودی هست. مسئله مهم بعد این است که دولت در برابر این مشکلاتی که به وجود آمده، اول اینکه وقتی نرخ ارز 6 برابر 7 برابر میشه، قطعا رو همه چیز داره اثر میذاره. و بدتر از اینکه نرخ ارز رفته بالا این است که قیمت تولیدات بنگاه خصولتی مثل پتروشیمی ها و فولادی ها تا حتی 11 برابر بالا رفته. من شبه یه آمار گرفتم، قیمت پلی‌استر و پلی‌پروپیلن و این اقلام پلاستیکی 11 برابر نسبت به 3 سال پیش رفته بالا، یعنی یه چیز نزدیک به 2 برابر قیمت ارز. خب ببینید، مجموعه ای از این افزایش قیمت ها تأثیر میذاره روی قیمت تمام شده مرغ. مرغ فقط فرضاً درست بخش مهمی است، اما قیمت های دیگه هم خیلی بالا رفته، قیمت دستمزد بالا رفته و هزینه های حمل و نقل و غیره و بسته بندی اینا. خب این هم یه طرف قضیه است. مسئله مهم دیگه که وجود داره این است که دولت توی این قضایای کنترل قیمت ها و اصلا توی این شرایطی که ما تو تحریم هستیم، توی جنگ اقتصادی هستیم، همه چیز رو به دست بازار به قول خودشون سپردن، مثل نرخ ارز و همینطور همه چیز دیگر. این دولت خیلی خودشو راحت کرد و گفت آقا همه چیزو میسپرم به دست بازار. اتفاقا اینجا دولت اتفاقا به نظر میرسه که اینجا هیچی رو به دست بازار نسپرده، یعنی خودش قیمت گذاشته، خود پلیس رو وارد از اون طرف همه چیز رها میکنه. خب قیمت محصولات پتروشیمی 12 برابر میشه، قیمت همه چیز میره بالا. شب عید دقیقاً در وقتی که همه چیز دیگه به حال خود راه شده، دوباره میاد قیمت گذاری میکنه. ببینید قیمت گذاری هم گزینشیه، یعنی تولید کننده خصولتی پتروشیمی یا فولادی و امثال هم نمیاد کنترل بکنه که مدیرش دولتیه. میآید مقدار به اصطلاح که بگم بیچاره بد نیست بگیم، آخر زنجیره ارز است، اینو میاد مجبور میکنه به این قیمت بده و این مقدار متضرر میشه. ما یه سال دو سال پیش با تشکلهای صنفی مقدارها صحبت کردیم و بحث این بود که اگه دولت بیاد با ما ترید بکنه، یعنی بیاد با ما بگه آقا من با این قیمت ارز بهتون دان میدم، وامم بهتون میدم، مثالتون حل میکنم، توقع زیاد ما هم به این قیمت بازار رو کنترل میکنه. متاسفانه دولت این کار نکرد، دولت اجازه دادی هرج و مرج نتونن تو قیمت مرغ، تو هر چیزی. چون الان میرید توی دهکوره میبینید که قیمت زمین 7-8 برابر شده، اصلا مشتری و بازاری هم نیست. نه اینکه فکر کنید الان مشتری صف کشیده، یعنی برای چیزایی هم که بازار نیست قیمت ها نجومه، برای اینکه هرج و مرج حاکمه. اینم از این است، وقتی هرج و مرج حاکم میشه دیگه تو این آب گلالود هر کسی سعی میکنه که بیشتری منفعت ببره. فروشنده مرغ احیانا ممکنه مرغ به قیمت دولتی بگیره و تا به قیمت آزاد بفروشه. هر کسی تو این بلبشو سعی میکنه که منفعتی برسه. و اینم عرض کنم خدمتتون، ببینید قیمت مرغ نسبت به 3 سال پیش یا قیمت گوش حدود 3 برابر، حالا 3-4 برابر بستگی داره، بالا رفته. ما با این دلاری که الان 6-7 برابر شده، با اگر که قیمت ارز منطقی نشه و از این چیز پایین نیاد، ما تا 3 سال آینده نه تنها سال قبل، سال بعد هم افزایش قیمت مرغ خواهیم داشت و این ماجرا وقتی هم که به قول شما شرایط گلالود میشه، در نهایت بازار راه خودش رو پیدا میکنه و عملا دولت هم نمیتونه کنترل بکنه و احتمالا جهش قیمت در این محصول هم خواهیم دید مثل محصولات دیگه‌ای که دیدیم و در نهایت متضرر مردم هستن. خیلی ها تصور میکردن با آمدن دولت بایدن و کم و بیش اون حالا میشه گفت آینده‌ای که میشد متصور بود از اینکه تحریم‌ها برطرف بشه، شاید شرایط تغییری بکنه. شما چگونه میبینید شرایط رو؟ ببینید مسئله اصلی این است که دولت متاسفانه همه چیز به حال خود رها کرده، هرج و مرج هست و اجازه داده میشه که هر کس هر کاری میخواد بکنه، هر جور میخواد، تا اونجایی که زورش میرسه هر جور میخواد میتونه بتازونه.
بهت مسئله اینه، به خاطر همین و متاسفانه برنامه این بوده تا حال که ببینید شما اگه دقت بکنین افزایش نرخ ارز و این موج دوم گرانی ها تو این 3-4 سال گذشته دقیقاً از آبان ماه شروع شد. از آبان ماه بنزین گرون شد، همین جور رالی قیمت دلار شروع شد. وقتی که بایدن اومد دلار داشت میومد به زیر 20,000 تومان، متاسفانه میشه گفت تا حدی بانک مرکزی و همین بانک‌های خصولتی دخالت کردن و نذاشتن پایین بیاد. ببینید در حال حاضر مسئله اینه که با مداخله داره قیمت‌ها بالا نگرداشته میشه، مردم توان خرید کالای خارجی ندارن. از 1% ایرانی‌ها شاید بتونن یخچال یا موبایل یا یه وسیله خارجی رو بخرن و اینجور نیست که تقاضات الان کار کنه. الان هرج و مرج و سفته بازی و سوء استفاده ها که متاسفانه سال هشتم دولت ها ما هفتم هشتم اینجور حالتی رو تو اقتصاد میبینیم، انگار دیگه دولت ها میبینن کاری ندارن و همه چیز بالا خودش ول میکنن. ما همین جریان رو توی 8 سال پیش داشتیم، همین جریان دقیقا دوباره 16 سال پیش داشتیم تو دولت ششم اگه اشتباه نکنم. ببینید مسئله اینه که دولت ها فقط هنگامی که میخوان رأی بگیرن مردم رو میشناسن، وقتی که کارشون میگذره یک برنامه دیگری رو آغاز میکنن. ما شما اگه قیمت مسکن نیا کنید بلا استثناء، بله بلا استثناء، مثلا توی مسکن که یک کالای وارداتی هم نیست، شما اگه دقت کنید توی دور اول دولت هاشمی، خاتمی، احمدنژاد و روحانی قدرت خرید مردم توی مسکن بالا میره و جالبه که تو هر 4 نفر در دور دوم قدرت خرید مسکن سقوط پیدا میکنه بدون استثناء. حالا با یه سال این طرفه، من منظورم این است که متاسفانه دولت های ما تعهدشون به مردم در حد رأی گرفتن و یه حالت پوپولیستی عمل میکنه و دولت متاسفانه همه چیز رو رها کرده، نه تنها مرغ الان چیز شده. شما وقتی وارد حوزه مسکن میشید میبینید که قوت خرید مردم توی تاریخ ایران هیچ وقت مثال سقوط پیدا نکرده. یعنی فرد بخواد یه مسکن بخره الان 60-70 سال بعد کار کنه بتونه بخره. این تو دنیا، نه تو دنیا هیچ جای اینجوریه، نه تو ایران هیچ وقت بیشتر از 30 سال 35 سال بوده. یعنی در همه حوزه‌ها هنوز تازه مرغ اگه دقت بکنید نسبت به کالای دیگه قیمتش کمتر بالا رفت. ممنونم از شما. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی از تهران.